ابتدا یک فایل جدید با استفاده از الگوی بلانک داکیومنت ایجاد می‌کنیم. در سربرگ هوم در گروه پاراگراف نوع متن رو در حالت رایت تو لفت قرار میدیم. با استفاده از کلید ترکیبی کنترل A کل متن رو انتخاب می‌کنیم. در گروه پاراگراف بر روی حالت رایت تو لفت کلیک می‌کنیم. در سربرگ لی اوت در گروه پی ستاپ اینجا بر روی این فلش مورب کلیک میکنیم، کادر محاوری پی ستاپ ظاهر میشه، حاشیه رو داریم، حاشیه رو میتونیم براش تعریف کنیم، تاپ بالا، لفت چپ، باتوم پایین، رایت راست، بر روی پیپر یا کاغذ، کاغذ A4 با سایز 21 و 29/7 رو انتخاب میکنیم. لی اوت هم در حالت سکشن دایرکشن در حالت رایت تو لفت قرار داشته باشه، برای اوکی کلیک میکنیم. اگر مثال رو ملاحظه کنید یک لوح تقدیر رو میبینیم که در واقع این متن ها بر روی این پیکچر قرار گرفته. بر روی سربرگ اینزرت کلیک میکنیم. در گروه الستریشن بر روی پیکچر کلیک میکنیم. من از قبل اومدم این پیکچر رو در لایبرری ویندوز پیکچر قرار دادیم، تصویریه که میخواییم به سند اضافه کنیم، روی اون کلیک میکنیم، سپس روی دکمه اینزرت کلیک میکنیم. بعد از اینکه تصویر به سند اضافه شد، سربرگ فرمت اینجا به نوار ریبون ها اضافه میشه، ارتفاع اون رو میایم 22 ابعاد ورق A4 براش تعریف میکنیم. همونطور که دیدین ابعاد ورق A4 ارتفاعش 29، وستش 21 بود. میتونیم اینجا کلیک کنیم، 29 رو تایپ کنیم و اینجا هم ویدث رو براش 21 بذاریم، انتر. در سربرگ فرمت در گروه ارنج این پوزیشن رو در این حالت پوزیشن این میدل سنتر قرار میدم. در این حالت اگر ملاحظه کنین در واقع این تصویر ماست، یه مقداری بزرگ نمایی رو کم میکنم، این تصویریه که روی این قسمت اومده. میتونیم این رو ببریمش بالا، به این حالت در بالا قرار بدیم، یا از کلیدهای اروکی استفاده کنیم، کلید آب، و با قرار دادن اشارگر بر روی این گیره و کشیدن اون به سمت پایین میتونیم قاب رو اینجا در این سند جایگذاری کنیم. برای اینکه بتونیم به نام خدا یا لوح تقدیر یا سایر متن‌ها رو اینجا در این پیکچر قرار بدیم، میبایست از تکست باکس استفاده کنیم. بر روی سربرگ اینزرت در گروه تکست بر روی تکست باکس کلیک میکنیم و اینجا درا تکست باکس رو انتخاب میکنیم. من میام اینجا یه همچین تکست باکس رو رسم میکنم، یه کنترل A میزنم. در سربرگ هوم در لیست باز شو اینجا فونت نستعلیق رو انتخاب میکنم. اینجا زبان رو انگلیسی کردم، تایپ کردم آی، دوباره زبان رو فارسی میکنم، فونت نستعلیقه و سایز اون رو میام 48 قرار میدیم. وسط چینش میکنم در حالت right to left هم باشه، چون زبان فارسی تایپ میکنیم، تایپ میکنیم زبان فارسی به نام خدا. یه بار دیگه کل این رو انتخاب میکنیم و اینجا ببینید که قلمش نستعلیق، سایز 48، در حالت بولد هم نیست، وسط چین هم هست. برای سربرگ فرمت کلیک میکنیم، ارتفاع رو عدد 3 و ویت رو 4 قرار میدیم. این به نام خداست، روش کلیک میکنیم. در سربرگ فرمت شیپ آوتلاین رو اینجا نو آوتلاین قرار میدیم و بر روی فلش مورب سایز کلیک میکنیم. پوزیشن رو اینجا میایم براش عدد 6 سان در راستای هوریزنتال یا افق، و اینجا در راستای قائم یا ورتیکال منفی 1.2 قرار میدیم. اگر ملاحظه کنید به نام خدای ماست که در مثال هم دقیقا اینجا قرار داره. مجدداً بر روی اینزرت کلیک میکنیم، در گروه تکست بر روی تکست باکس و درا تکست باکس رو انتخاب میکنیم. اینجا میبایست تایپ کنیم لوح تقدیر، کلید کنترل A، در سربرگ هوم فونت نستعلیق رو اینجا انتخاب میکنیم، در حالت بولد هم که قرار نداره. اینجا از لیست باز شو سایز اون رو 72 قرار میدیم، در حالت رایت تو لفت باشه و وسط چین باشه. اینجا تایپ میکنیم لوح تقدیر، در سربرگ فرمت کلیک میکنیم، شیپ آوتلاین رو در حالت نو آوتلاین قرار میدیم و ارتفاع رو اینجا براش 4 و
هشتم تعریف میکنیم و ویت رو براش 5 تعریف میکنیم. بر روی فلش مورب سایز کلیک میکنیم پوزیشن و اینجا ابسولوت پوزیشن رو در راستای هوریزنتال براش 5.5 و در راستای ورتیکال براش 1.8 تعریف میکنیم. روی اوکی کلیک میکنیم. ببین دقیقا جایگذاری اگر به مثال برگردیم دقیقا تونستیم این مثال کارها رو انجام بدیم در سربرگ اینزرت. دقت کنید که زمانی که یه پیکچر رو اینجا آوردیم برای اینکه متنی رو روش تایپ کنیم باید از تکست باکس استفاده کنیم. اینجا تکست باکس، درا تکست باکس، میام اینجا یه همچین تکست باکسی رو رسم میکنم. کنترل A در سربرگ هوم اینجا میام فونت ایران نستعلیق رو استفاده میکنیم در حالت رایت تو لفت باشه و الاین رایت داشته باشه و اینجا اون رو بولدش میکنیم و سایز رو اینجا برای سایز 48 انتخاب میکنیم. تایپ میکنیم سرکار اسپیس خانم مهندس اسپیس مریم شریف زاده و در سربرگ فرمت شیپ آوتلاین رو ناو آوتلاین انتخاب میکنیم و اینجا ارتفاع اون رو میایم عدد 3.5 و وست اون رو 11 تعریف میکنیم. بر روی فلش مورب سایز کلیک میکنیم و اینجا پوزیشن رو ابسولوت پوزیشن رو در راستای افق براش میایم 6.5 تعریف میکنیم. چه اتفاقی رخ داد؟ بله دقیقا اینجا قرار گرفت و در راستای ورتیکال هم اینجا من روی کادر محاوره لی اوت سربرگ پوزیشن ابسولوت پوزیشن رو اینجا میام براش تقریبا 7.2 قرار میدم. اوکی عنوان مخاطب ماست در سربرگ اینزرت در گروه تکست باکس در لیست باز شده تکست باکس درا تکست باکس رو به این حالت انتخاب میکنیم. این باشه این تکست باکس ماست. کنترل A میزنیم و در سربرگ هوم الاین رو اینجا الاین رایت و رایت تو لفت قرار میدیم و اینجا لیست باز شوی فونت بی نازنین رو انتخاب میکنیم. بولد باشه و سایز اون هم اینجا 28 باشه. تایپ میکنیم ضمن گرامی داشته سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری و تبریک هفته تجلیل از مقام شامخ معلم و استاد از زحمات و تلاش های خالصانه شما تقدیر و تشکر می نماییم. من اجازه سعی کردم این متن بسیار ساده ای رو براتون تایپ کنم که کلیت کار با این نوع اسناد رو یاد بگیریم. اینجا بر روی این کارت کلیک میکنیم در سربرگ فرمت شیپ آوتلاین نو آوتلاین رو انتخاب میکنیم و اینجا ارتفاع رو براش عدد 7 و ویدت رو اینجا براش 18 تعریف میکنیم. این به این حالت و بر روی سایز کلیک میکنیم. پوزیشن ابسولوت پوزیشن رو اینجا براش منفی 0.5 تعریف میکنیم و ابسولوت پوزیشن رو ورتیکال عدد 11 اوکی میکنیم. اوکی کنترل A کلش رو انتخاب میکنیم در سربرگ هوم. اینجا حالت جاستیفای رو براش انتخاب میکنیم ضمن گرامی داشت سال روز شهادت استاد مرتضی مطهری. اگر به مثال دقت کنید دقیقا این مثال تونستیم کار رو انجام بدیم. قبلش اینجا ببینید این حالتی بود که جاستیفای نبود، این حالت بود.
که اومدیم این رو انتخاب کردیم و اینجا از جاستیفای این حالت جاستیفای رو براش انتخاب کردیم تا دقیقاً جاستیفای بشه و اینجا سال روز باید بین سال و روز جدا باشه. از کلید ترکیبی کنترل منفی استفاده میکنیم و اینجا هم تلاش های میتونه جدا باشه یا می نماییم رو میایم جدا میکنیم. اشارهگر موس رو بین می و نماییم قرار میدیم. کلید ترکیبی کنترل منفی رو اینجا تایپ میکنیم. گرامی داشتم حالا به همین صورت که حالا نظر بوده که به این حالت مت تایپ بشه. بر روی سرور اینزر کلیک میکنیم در گروه تکس، بر روی تکس باکس این حالت درا تکس باکس رو انتخاب میکنیم. اون متنی که میخوایم قرار بدیم من یه مقدار این رو به این سمت درگ کنم. اینجا کنترل A رو میزنیم. در سربرگ هوم اینجا رایت تو لفت رو انتخاب میکنیم. اینجا فونت نسلیق رو انتخاب میکنیم بولد باشه و سایز اون هم اینجا 32 براش تعریف میکنیم. این سایز رو تایپ میکنیم. رئیس مرکز آموزش های حالا آموزش های رو به هم میچسبونم، بعد اون رو مجازی میکنم الکترونیکی رزوان. اینجا بر روی این تکس کلیک میکنیم. در سربرگ فرمت ابتدا شیپ آوتلاین رو براش انتخاب میکنیم، نو آوتلاین، و ارتفاع رو اینجا براش 2.5 تعریف میکنیم و ویدث رو براش اینجا عدد 10 رو میذاریم. ببینیم چه اتفاقی رخ میده. در سربرگ هوم اینجا فونتش ایران نسلیق باید باشه 32. یه مقدار این رو درگ میکنیم به این حالت. رئیس مرکز آموزش های الکترونیکی رزوان فونتش باید نسلیق باشه. یه کنترل A و اینجا میایم فونت نسلیق رو براش انتخاب میکنیم. این فونت نسلیق در سربرگ فرمت ارتفاع همون ارتفاع 2.5 و اینجا ویدث رو 8 قرار میدیم. اون رو در سربرگ هم میایم حالت بولد باشه. رئیس مرکز آموزش الکترونیکی و سایز اون رو میایم در واقع حالا 32 یا مثلا 34 قرار میدیم. یه همچه حالتی باشه، بزرگتر باشه. به مثال برگردیم ببین دقیقاً رئیس مرکز آموزش الکترونیکی رزمان این به این حالت این مثال تونستیم تایپ رو انجام بدیم.